زیبا فال واقعیته. ببینید فال بیشترین چیزی که البته در رابطه با فال و جادو و اینها من یه سری چیزایی رو یه کلیپی دارم اگه دوست دارید بیاید براتون بفرستم در این رابطه مفصل یه بار تو گروه صحبت کرد. ببینید فال اینایی که میرن باشون بری صحبت کنی خب اینا که خیلی هاشون لو نمیدن نمیگن از مثلا از کجا یاد گرفتن به خاطر اینکه مثل یه راز بیزینسشونه. خب چون وقتی شما ندونید یه سری چیزا رو که ندونید خب مثلا فکر میکنید مثلا من یک بیمار مثلا اسهال داره نمیدونه من میام یه دونه یه شربتی بهش میدم میام خب بعد فرداش مثلا خوب میشه میگه وای این جادو کرد این فرد، در حالی که این کاملا علمیه. من یه چیز رو به شما دادم اون رفت توی معدتون رودتون نمیدونم فلان و فلان تنظیم کرد و اون خوبه که اگر شما برید باشون صحبت بکنین میبینین اینا از یه سری چیزاییه که حالا به هر حال از همدیگه یاد گرفتن از اون کسی که هست مثلا یه نوع روانشناسیه در مورد. خب میاد میشینه و بعد مثلا این چیزا بعد میان مثلا میگن خب شما اصلا گیریم الان همیشه از این حرکت کن اصلا از فال چی میخوای از فال چی میخوای. اگر فالبینا که سالیان سال این کارو دارن میکنن حلال مشکلات بودن که الان پس مثلا مشکلات همه حل شده بود. میگه چقدر پول برای فال و قهوه و اینجور فال و نمیدونم جادو اینا تو به خصوص تو کشورهای شرقی داده میشه. من از موقعی که اومدم یک نفر از اطرافیان خودم توی محیطی که مثلا مگر آدم های خیلی چیز که الان مثلا اینجا میرم مثلا با افغانی ها با افرزنایی که به هر حال یا ایرانی هایی که به هر حال فکرشون یه ذره پایین میرن اونا رو میارم میگم بیا ما این کارو میکنیم اینجا یه خانمی هست فال میبینه 400 ایرو میگیره بخت تو باز میکنه کار تو درست میکنه سر دعا باز میکنه. اینا جنبه های روانشناسی داره. اگر بعد میگه که و خیلیش هم تریکه خیلیش هم از ناآگاهی مردم استفاده میکنه میاد میخونه بعد مثلا بهت یه سری چیزایی رو میگه راست میگه اون کسی که فالو در چیز میکنه بیاد بهت یاد بده بگه من الان ببینید شما نگاه کنید هر دکتری شما اگر بیاید برید پیش یه دکتری اینجا اون با موظف شما اگر خواستید در مورد یه بیماری یه چیزی که داره براتون راه حلی رو میگه موظف توضیح بده حتی نیم ساعت هم وقت گرفت میشینه میگه خانم شما نیم ساعت مال شماست شما مثلا میپرسید این چجوری عمل میکنه بلند میشه وای میسته مثلا میگه این تیروئید اینه این نمیدونم فلانه این قده اینه ما اینو استفاده میکنیم ما فلان فلان فلان, فلان. همینو توضیح میده بعد میگه شما اگر دوست دارید و طوری که شما میتونید برید دنبالش بفهمید که الان مثلا فرض کن برای این جراحی چه کاری میخواد صورت بگیره حتی شما میتونید فرداش مثلا برگرد بگید نه من نمیخوام موافقت با این مسئله نمیکنم به خاطر اینکه رفتم نمیدونم تحقیق کردم یا فلان به دلم نشسته حتی میتونید از یک کس دیگه برید تحقیق کنید این راه برای شما هست ولی چرا فالبین ها و جادوگرها این مسئله رو روشن نمیکنن بیان به شما بگن اصلا این مسئله اینه اینه پس شما باز معما حل شود آسان شود خیلی از اینها از همین مسائل خیلی ناآگاهی انسان ها استفاده میکنن ناآگاهی شماست که باعث میشه شما برید این همه پول خرج کنی فلان کنی مامان من یکی از کسایی بود که انقدر دنباله بعد مثلا دنبال این چیزا میرفت خب یه سری هم اونا رو میخونن دیگه یه سری تلپاتی من یه سال و نیم دوره هیپنوتیزم دیدم و بعد قشنگ میتونستم مثلا فرض کن بفهمم روی طرف روحیات طرفم رو مسائلم رو خب اینا هم آدم وقتی که بره تو این زمینه شما من برای شما میتونم بگم که چه کارهایی میکردم شما چه جوری میتونید این کار رو انجام بدید وقتی بیزینس نباشه وقتی دنبال پول نباشم ولی وقتی اصل پوله طرف نمیخواد به شما بگه اینو همیشه نگاه کنید
من خودم فال میگیرم، وکیل فال بگیر. او حالا بگی یه موقع از تفننی میشینید این یکی برای اون میگه این یکی یه جنبه های روحی روانی هم داره، خب بگو. حالا مثلا میگه من اینجوری میکنم تو فلان میشی، بعد مثلا انرژی مثبت میدید. خب بازم بهتر از اینه. من یکی میخواد بره مثلا هیچکیو نداره، میره مثلا میشینه با اون صحبت میکنه، احساساتش بهتر میشه. مثل همینه که الان شما فکر کنید اینایی که میرم مثلا امامزاده فلان جان، مثلا میرم پیش امام رضا، بعد دیگه شفا گرفتم، شفا گرفتم. ریشش میدونید چیه؟ اصلا اون باز کنن، خیلی از این امامزاده رو باز کردن، اصلا برن تاریخ نگاه کنن و امام ها این اصلا پوسیده شده. راست میگم، باز کنن دیگه، بزن ببینیم اونجا چیه تو این امامزاده ها و فلان. همش جهله فلانه، ولی از نظر روحی روانی شما رو چنان وابسته کرده که دستمالو میبندی، پولو میای، میری، بعد میای. اونقدر دیگه اون کشش، اون قانون جذب خودت مثل نیازیه که شما الان به خدا داری. همه ما یه نیازی داریم که داد بزنیم، حرف بزنیم. چون من نمیتونم الان مثلا فرض کن که از شوهر نوعی خودم، شمایی که هستید از عصبانی هستی، نمیتونی حرفشو بزنی، حرفتو بهش بزنی، خب باید به یه جایی بزنی دیگه که این خالی بشه. بلند میشی میری پیش امام رضا، میری میشینی پیش مسجد، میری پیش فلان، گریاتو میکن، آروم میشی، میای راحتتر میشی، میگی خیلی خوب. از جنبه روانی همه اینو جنبه روانی داره. بی نیاز میشه انسان هر چقدر آگاه تر بشه، بی نیاز میشه شما هر چقدر که مثلا فرض کن بتونی توی رابطه واقع. خب مگر شما چه مشکلی دارید، چه مسئله ای دارید که میخواییم برین الان فرض کن یه نفر به گلان رفته نشسته با خدا که داره حرف میزنه چی میگه؟ یا میگه پولم ندارم، یا میگه فلانم قضام اینجوری شده، یا میگه شوهرم فلان شده، یا میگه به من. همش یه چیزای واقعی، اتفاقات واقعی که تو این جهان افتاد. یا وگرنه شما فکر میکنین این همه آدمایی که میرن زیارت و اینا اصلا به امام حسین اصلا فکر میکنن؟ اصلا نمیدونم امام حسین کی بوده، چی بوده. اونا دارن با خودشون حرف میزنن. خب از این مثلا استفاده میکنن مردم، از این مثلا ماه رمضونه دیگه. تو میخوای یه چیزی رو بگی، راست میگی، تو داری برای وجود خودت داری پاکسازی درون خودت میکنی، خودت انجام بده. مثلا من نوعی که مثلا میشینم آب درمانی میکنم، حتما باید یه دونه عصای یه چوبی رو سر من باشه که بعد به من بگه این ساعت با بخور، اون ساعت نخور، فلان نخور، گناه داره فلان. یک حرف خوبی زده بودن، میگفتن ماه رمضون خیلی جرما میاد پایین. به این نتیجه بعدن رسیدن که خیلی از مجرما مسلمان ها هستن. راست میگه دیگه. پس وقتی که تو ماه رمضون جرما میاد پایین، پس معلومه که کسایی که مجرم بودن هم مسلمان ها بودن دیگه. تو اگر واقعا میخوای، چرا باید از ترس خدا یه کاری رو نکنی؟ من یه استوری دارم که میگفتم که یه روزی با خودم گفتم بذار ببینم وقتی من اعتقادی به هیچی ندارم، به هیچی خدایی، به جهنمی، بهشتی فلان ندارم، از من چی در میاد؟ اگر اینجور باشید شما، وگرنه خب همین فال، جادو، جن، نمیدونم چی، چرا جن سراغ من نمیاد؟ همین جن ها رو من باهارها گفتم بیاید با هم دوست بشید. تمام این چیزایی که از چرا به سراغ من نمیاد؟ چون یه انسان هر چقدر واقعی باشه، خب من مشکل دارم، میخوام بشنم ای خدا قرارداد من فلان شده، بهمان شده، ای خدا من کنکور قبول شدم. یاره چه با اون کار دارم؟ و کنکور درستو بخون دیگه اگه میخوای کنکور بدی. چرا حتما میخوام مثلا نظر و نیاز و فلان، تمام نظر و نیاز اینا میکنی که بری مثلا فرض کنی کلی هم بعد انقدم حالم به هم بخوره از این نظر و نیاز و این خیرات و نمیدونم. حالا من شعله زر خودم دوست دارم، شعله زر رو خودم میپزم دیگه، حتما باید یک روش پاشو بذاره که بعد بگیم این اثر فلان چیزه. نمیدونم، اینا چیزاییه که آگاهیتون بره بالا، بی نیاز از فال میشی، بی نیاز از جادو میشی. ببین اصلا برای چی میخوای بری فال بگیری آخه؟ به اون فکر کن وحلی اول، به اون فکر کن که برای چی میخوام فال بگیرم. بعد یه دفعه اصلا میبینی
برخوردت منطقی میشه. میخوای بری شوهر مثلا یه جادو کنی شوهرت باهات رابطهش خوب بشه، دعا بخونی بریزی توی جادو، اصلا مسخره است، مسخره است. دعا بکنی که شوهرت خوب به صد سال سیاه خوب نشو با من، میخوای بری برو، بی نیاز میشی از این که مثلا فرض کن که تو بخوای که شوهرم با من خوب شه. فال میخوام بگیرم که ببینم مثلا فرض کن قبول میشم یا نمیشم. اصلا قبول شد نشو اصلا، به چی میخوای فکر کنی قبول شدی؟ اصلا نمیدونم فلان جا نمیدونم میرم قمار، میره قمار بکنه، برم ببینم تو قمار برنده میشم. اصلا اساس بنیان خرابه. خیلی وقتی اینا رو میگفتم من میگفتم برای چی آقا بگیرم؟ آقا تو میخوای مثلا برای من جادو بنویسی؟ چه یکی به یه دختری بود گفتش تو رو خدا بیا من زیبا، من یک جادو یه کاری کردم، من رفتم برای تو یه دعایی نوشتم حتما طلاقت انجام میشه. یه دختری بود خیلی باحال بود، تو کتاب زینب نوشته بودم، خب یه ذره خرافاتی بود دیگه. خب گفتش چی؟ گفتش من تو میخوای دنبال طلاق هستی، من طلاق تو با یه دونه دعا فلان اینا رفته یه پیاز رو گرفته، کلی هم حالا پول داده مثلا خدمت من میخواد بکنه، آورده یه دعا رو گذاشته توی این پیاز، بعد گفته که منو صدا کرد. گفتم چی میخوای زهره؟ ما باید بریم این پیاز رو بذاریم زیر جایی که جمال از روش رد میشه، مثلا جمال شوهر من اون جایی که محل کارشه بیاد رد شه از این، اگه رد شد دیگه حله. آقا من دیدم این ول نمیکنه که، گفتم کجا بریم؟ گفتش محل کار شد و من گفتم بیا بریم. با ماشین داشتم بلند شدیم رفتیم و گفتم اینجاست. گفت اینجا چال کنیم اینجا. گفتم باش چال کرد. گفتم زهره چال کردی آروم شدی؟ گفت آره فردا که میاد رد میشه فلان میشه، این دو چه اثراتی داره. گفتم باشه چال کردی تموم شد دیگه، خب باشه بریم بریم. بعد که رفت و بعد زنگ زدم به جمال، من با وجودی که طلاق میخواستم ازش بگیرم ولی با هم دوست بودی، گفتم که جمال. گفت چیه؟ گفتم خواهش میکنم این زهره گم دوست منو میشناسی؟ گفتم براش شریف کرد، ما برای من یه چیزی پیازی آورده فلان دو ما چیز اینجوری نوشته گذاشته تو اون که تو زودتر منو طلاق بدی، خواهش میکنم برو از روش رد شو، من به اینجا زهره بگم تو رد شدی. گفت راست میگی؟ بابا همین الان میرم رد میشم. آقا ما گفتیم انقدر خم، حالا طلاق هم میگرفتیم ولی خب با هم دیگه همیشه دوست بودیم دیگه، کلی اصلا تو دادگاه هم با هم میخندیدیم و اینا. یه دفعه چکی داشت مثلا گفت زیبا برای من پاس، زینب اون موقع زینب بود، من دوست بودیم ولی طلاق هم داشتیم میگرفت، مبارزم و سر جاش بود. فردا من رفتم به زهره گفتم زهره خیالت راحت باشه. گفت چی؟ گفتم به جمال گفتم بیاد راحت چی از روش. گفت چی؟ تو نباید میگفتی این دعا فلان بود بهمون بود چی؟ گفتم بلکن بابا چه مگه نمیخواستی راحت بشه؟ تو پیازتو گذاشتی تو فلان گلو، من و جمالم با هم گفتیم اگه قراره با این پیازو با این چیزایی که تو نوشتی انجزه منجزه های جلق بلق بلق های چیزهایی که ازم حالا زودتر بگیرم زودتر روش رد شیم ببینیم چه جوری میشه. میخوام اینو به شما بگم که اصلا زین، حالا آلمانیش میشه زین، اون مفهومش رو در نظر بگیرید، این جریانی که اتفاق میخواد بیفته برای چی. بعد اصلا اون موقع اصلا بی نیاز میشید از این چیزا. دعا بکنه ولی قبول کن فال خیلی میچسب. اگه ببین بهت میچسبه خب برو انجام بده. ببین اگه میره فال میگیری که لذت ببری خب برو بکن، چون لذت بردی دیگه، رفتی باش نشسته. ولی خب میدونی چه کسایی مثلا میدونی چه کسایی به این چیزا متوسل میشن؟ چون لذت های دیگه ندارن. اون کسی که مثلا از صبح تا شب میشینه پای تلویزیون میگه وای مثلا فیلم نمیدونم فارسی وان نمیدونم چی چرت و پرت هایی که اصلا واقعا من فقط گهگاه چیزا رو نشن، بعد فیلم کن از اونا لذت میبره، خب چون آلترناتیو لذت واقعی رو نداره. کسی که میشینه یه بچه‌ای که میشینه همش با باربی بازی میکنه، یه عروسک از صبح تا شب یه بچه 10 ساله با اون بازی میکنه، یه آلترناتیو واقعی تو زندگیش نداره.
شما اگر واقعا تنوع زندگیتون زیاد بوده و واقعی بوده، اینقدر لذت های مختلف تو زندگیتون هست که متوسل نمیشه. بیا حالا، بیا حسنی، حسن من برات تلاش برات مینه چی 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 چی. یه بار مامان من منو برد بسور، من هم نمیدونستم، گفت من تو رو با هم تو رو ببرم. خیلی باحاله براتون بگم، بخند اگه بشقاب اینجا بود براتون نشون. بعدش دیدم که منو برد، رفتم دیدم که دوست خانمه اومدن، چقدر مامان من هم پول داده به این زهر خانمه که مثلا منو از بلاهایی که سر من میاد، مامان من میگفت همیشه خیلی بلاها سر من، گفتم بابا این بلاها سر من نمیاد، من دوست دارم. میگفت میخوام این بلاها سرت نیاد، اینقدر که بلا چیز شد. هیچی، این خانمه اومد اونجا، گفتم یه دونه کافه قهوهی به ما دادن، ما خورد گفتیم حالا قهوه است که میخوریم دیگه، اب نداره، قهوه رو خوردیم. بعد تهش رو برگردوند و فلان و بشخاب و اینا، حالا چند تا خانم هم اونجا بودن. مامان فکر کنم اینو یه بارم براتون تعریف کردم، مامان منم هی منتظر فکر میکنه این دیگه معجزه گره، الان این خانمه چی میخواد درباره من بگه که معجزه بشه که زندگی من، تمام گره های زندگی من بربرم. منم صبر کردم، گفتم بذار یه درسی به این خانمه بدم دیگه هیچ وقت یادش نره. این اومد بشخاب رو گرفت، بشخاب اینجا، من اینجا هل بشخاب، حالا فکر کنید این بشخاب کتابه، من اینجا یه سری ابرایی رو میبینم در تاریکی تیرگی های اومده، نمیدونم چی شده فلان و فلان. گفتم خانم شما کجا تیرگی ها رو میبینی؟ بله اینجا یه سری چیزایی میاد تو زندگی از این حرف. بشقاب، گفتم بده بشقاب به من. بعد گفتش، گفتم بشقاب بده به من. گفت چی کار داره؟ گفتم اینجا بود تاریکی، اینجا بود تیرگی، ها دستم اینجوری زدم. گفتم من تیرگی ها رو پاک میکنم، من تیرگی های زندگیمو تغییر میدم، من تمام این چیزایی که تو داری میگی رو، من انسان تغییرش میدم. بعد بشقاب رو اینجوری کردم، بعد گفتم الانم رفتم، الانم میشورم، تمام بلاها میره، این بساطم شما جمع کن. یه دفعه دیدم چند تا خانومم اونجا، گفتم این هایی هم که نگفتم دیگه احمقه، این خانومایی هم که دیگه نمیدونن جریان چیه، پولاشو بدبختا پولاشون هم جمع میکنن که بیای تو اینجا براشون باز کن. آی مامانم ناراحت، گفت وای تو همیشه آبروی منو بردی فلان کردی. گفتم دیگه هم برای من نمیدونم فعبره نمیدونم تیرگی اومد رفت و فلان شده بهمان و اینجوری منو خواهم دی، من هیچی نمیخوام، خود تیرگی ها رو من همه رو رفت میکنم، بساطتون هم جمع کنید اینجا. وای دیگه مامان من ناراحت و فلان، من دیگه تو را گفتم دیگه مامان تو هم دست دفعه آخرت باشه که منو اینجوری بیاری چیز برای نمیدونم یه همچین جهالت هایی من رو شرکت بدی، این کار رو میکنی پاتکم میبینی. آره دیگه یه سری کسایی که میان اصلا هر حرفایی میزنن، لاف دیگه لاف بزنن، ما هم که اینجوری میشینیم فکر میکنیم که اینا الان این فالبین و جادو و فلا اینا چیا میگه، مثل مثلا کسایی که میشینن پای منبر فکر میکنه، اصلا اون طرف خودش نمیدونه که چیه. دو تا سوال بکنم، من باید من توی ملا بودم دیگه، من خودم حوزه علمیه درس خوندم، دو تا سوال کنی نمیدونم، مثل چی زربا انقدر حفظ کردن و فلان و اینا، مثل یه سری از اینایی که فعلمون کنی دیگه، یه ذری مغزه رو به زیر سوال ببرید، تمام این چیزها رو از این سیستما بیاید بیرون. چه شجاعتی داشتی. نه دیگه مامان منو برده اونجا، فکر کرده که حالا مثلا یه بار آبروش بره حل میشه دیگه، یه بار آبروش بره. زیبا لخشو خوب بیا فیلمای لخت منو بگیر دیگه، من بیام اینجا لخ بشم، اینستاگرام منم ببندم، تازه اونم تو هوا. راستی هوا اینجا خیلی گرم نیست، امروزم سرد بوده، من اینجا بیام برای جنابالی که ازم معلوم نیست کی هستی لخ بشم. فیلمای لخت من هست، بیاید بگیرید، برید ازم پخش کنید، همه جا همه جا هست دیگه. امروز یه نفری برای من عکسای لختمو فرستاده که بعد توی پیجای مختلف هست. گفتم خب باش شما من میتون عکس لختتون همه رو پخش کنید،
مطمئن باشید کسوکون و فلان و اینا خیلی چیز مهمی هم نیستن، عادی میشه. وقتی که میبینن فکر میکنن که چیه، خب عادی میشه، تموم میشه دیگه. من چقدر میخواد کسی رو به خاطر یه عکس لخ بگیرم، یه نفر دو نفر قبلا هم خواسته، الان دیگه کیو میخوام بگیرم دیگه. خب شاش مقدس هم هست که بابا مگه نمیگن که بچه وای شنیدید اصلا نمیگن نمیدونم مدفوع پیغمبر رو پیدا کردن توی نمیدونم موزه گذاشتن، مقدسه دیگه مدفوع انشو باش اشکال نداره مقدسه دیگه. یه سری امروز هم یکی این کانون ضد چیزا خیلی بامزه فیلمای از آتیستا خیلی جالب فیلمایی رو میفرسته که میگه ببینیم مقدر کس که جاهل باشه دیگه چیزه دیگه، همه چی رو میپرسته، یکی گاو رو میپرسته، یکی میره رفته اونجوری تو سر کیره چیزا رو میبوسن، مردا رو میبوسن، یکی میره نمیدونم حالا یه جایی بود که همه زنها موهاشون رو چیز کردن دیگه، فکر کنم این کجا بی بی سی بود یا اورونیوز، یه بالاخره یکی از اینا که نشون داد گفتش که این کسایی که فیلم موهاشون رو کوتاه میکنن به راهبه ها و به محراب ها هدیه میکردن، کچل میکرد، تازه پول میداد میگفت منو کچل کن که موهامو به در راه خداوند مثلا هدیه کنم. اونا موها رو برداشتن فروختن تو اروپا دونه ای 1000 یورو، 1000 چیز اکستنشن و از این چیزهایی که کلاکیزای خیلی قشنگ و فلان اینا درست کردن، اونا بدبختا پول دادن که برای راه خدا اینا مزید بر فرستادن موها رفته باشیه تجارت اساسی رو انداخت. البته خوبه که تو موهاتو هدیه کنی، هدیه کنی مثلا به سرطانی ها، هدیه کنی به کسایی که هستن، ولی نه اینکه روی جواله بخوام برای خدا هدیه میخوام بکنم که مثلا فرض کن اینا که میگن، این که میگه جوال ما گرفتش، من توی ایران خب من البته خب بچه ها خیلی چیز بودم دیگه، زینب این چنینی بودم دیگه، میبینید که این منم، میبینید آخ خیلی خودم رو دوست دارم، خیلی دختر خوبی بودم، واقعا تمام وجودم رو برای خدا میخواستم بذارم. بعد به مرور زمان وقتی رفتم یه وقتی تا تهش برید، هر چی تو تهش برید میتونید اصلا کنهش رو پیدا کنید. جالب بود برای من، جالب بود، خیلی خوب بود، تا تهش رفتم فهمیدم دیگه، نمیرفتم که نمیفهمیدم که اونایی که مثلا نرفتم مثل مادر من یا اون یکی همینطور مذهبی موندن دیگه، همین خیرات هم میدن و نمیدونم کارهای سطحی اسلامی رو انجام میدن. قرآن میخوندی؟ من قرآن اصلا درس میدادم، چی میگید؟ قرآن میخوندی؟ تفسیر قرآن میگید؟ از کجا میشه کتابات رو تهیه کرد؟ بیایید از دایرکت به خودم بهتون. زیبا تو قبلا اقدس بودی؟ من همیشه اقدس و مقدس و این چیزا، اگه اقدس که میدونید یعنی چی دیگه، مقدس بالا، کتاب قرآن کتاب اقدس میگن دیگه، منم دیگه عزیزم، منم من همیشه اقدس بودم، ام به معروف من نهی از ام به معروف هم میکردم دیگه، آره خیلی جزء اعتقاداتم بود دیگه. خب ام به معروف و اینا رو ببین، این کار میکردم، ولی بعد که به مرور زمان وقتی که تو اینو میگی میخوای بگی که اینجوری باشید اونجوری باشید گناه داره فلان اینا، من همیشه میخواستم متقاعدشون کنم که الانم دست از این متقاعدم برداشتم. گر در خانه کس هست یک حرف بسه، چی من برم ام به مرد، اصلا کلمه رو نگاه کنید، ام به من. خب اون موقع اعتقاد داشتم، فکر کردم که خب خیلی خیلی واقعا چطوری زیبا جون موهاتو کوتاه کردی، خیلی ما این بمیاد، من خب من موهامو آرایشگرای گرون قیمت که نمیبرم که، از این یه پسری هست، یه پسر از اینایی که خیلی هم هنوز کارش رسمی نیست، یه موقع میدم میگم اون بزنه، یه موقع هم یه آرایشگر دو آلمانی، نه آرایشگرهای آلمانی خیلی آرایشگر که نه موامو که میخواد بزن خیلی گرون میگیرن،
من میگم من این بچه های برای بچه هایی که چیز هستن ساده، بعدم میگم اگرم اشکال نه خرابم کردید مهم نیست، ماهی من تون تون بلند میشه. واسه همین هم برای خود من خیلی خیلی ارزون تموم میشه برم مثلا بدم به یه کسی حرفه ای معما بزن. نه با اتفاقا هم همین با این حس قشنگ که میرم همیشه هم خوب شده. همیشه یه موقعی دفعه یکی گفت خراب کردم، من گفتم نه ترس خراب نکن، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، خرابم نمیشه. خراب شد چیه؟ مگه کچل نشدی؟ بیا بلند میشه دیگه. تا بعد بچه‌ها.